بانک جهانی گفته است که پس از روی کار آمدن گروه طالبان اقتصاد افغانستان رو به رکود است. در گزارش تازه این بانک آمده که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طرز نگران کنندهی بالا رفته و مردم توان پرداخت آن را ندارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، بخش مالی افغانستان با بی‌ثباتی روبروست و از مشکلات نقدینگی رنج می‌برد. همزمان با این گزارش بانک جهانی، شهروندان افغانستان هم می‌گویند که بیکاری دوامدار و نبود فرصت‌های شغلی شرایط زندگی را برایشان دشوار ساخته است. این در حالی است که دفتر هماهنگ کننده بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته است که افغانستان با یک بحران انسانی بی سابقه با خطر جدی فروپاشی سیستماتیک و فاجعه انسانی مواجه است. به گفته اوچا، این بحران علاوه بر هزینه‌های انسانی غیر قابل تصور، بسیاری از دستاوردهای 20 سال گذشته، از جمله حقوق زنان را نیز به عقب برگردانده است. این نهاد افزوده که سقوط افغانستان به دست طالبان، سقوط سریع اقتصادی، افزایش گرسنگی، افزایش سوء تغذیه، افزایش شدید فقر و روستایی، فروپاشی سیستم بهداشت عمومی، خفقان رسانه‌ها و جامعه مدنی و محرومیت تقریبا کامل زنان را در بر داشته است. نگرانی‌ها از افزایش بحران‌های بشری در حالی مطرح می‌گردد که دولت‌های پاکستان و ایران روند اجبار مهاجران افغانستان در این کشور را تشدید کردند. پاکستان به همه مهاجرانی که مدارک لازم اقامتی در این کشور را ندارند هشدار داده است که تا یک روز دیگر این کشور را ترک کنند. آقای افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای افضل، صدای بنده رو دارید؟ بانک جهانی در گزارش تازه از وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اطلاعات شما از شرایط اقتصادی مردم افغانستان چگونه است؟ ضمن تشکر از شما، نتیجه اول این بالاخره گزارش تازه بانک جهانی اینه که ادعاهای حکومت به اصطلاح طالبان در افغانستان و کلن اساس غلط اعلام میکنه. طالبان ادعاهایی داشته از وقتی تسلط داشته تو کابل، مدعی هستش که مشکلات اقتصادی به ویژه معیشتی مردم حل کرده. ما هرچه بعد از تسلط طالبان در افغانستان میریم جلو، متوجه شاهد تشدید مشکلات معیشتی مردم هستیم. از این رو که تحریم‌های بین المللی، از جمله مسدودیت موندن دارایی‌های افغانستان هم توسط آمریکا و سایر کشور اروپایی ادامه داره، به شدت اقتصاد درونی این کشور رو تحت تاثیر قرار داده. از بعد از یعنی جدای از این مشکلات اقتصادی افغانستان، آوارگی هزاران نفر پناهندگان این کشور و برگشت اونا از کشور پاکستان یه چالش جدیدی هستش که به نظر میرسه یه طوفان اقتصادی دیگه بتونه به لرزه در بیاره پایه های معیشت افغانستانو. بله جناب آقای افضل، برای بینندگان ما بفرمایید که چشم‌انداز اقتصادی آینده افغانستان را با توجه به موانع و محدودیت های موجود در این کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ اولا که تا زمانی که رژیم طالبان از سوی کشورها به ویژه از همسایگان خودش به رسمیت شناخته نشه، مطمئنا هیچ طرح منطقه‌ای یا بین‌المللی در این کشور
کشور سرمایه گذاری نخواهد شد، کسی پروژه های توسعه و یا بهبود معیشت این کشور بر عهده نخواهد گرفت. ادامه تحریم های بین المللی علیه آمریکا نیز به این مشکلات اضافه خواهد کرد. و اینکه رژیم طالبان مدعی هستش که میتونه با برخی از کشورها بدون اینکه بخواد اینا رو به رسمیت بشناسه سرمایه گذاری ها رو به داخل کشورش بیاره، ولی من متعجبم وقتی که پایه های بانکی این کشور ضعیف شده و هیچ کشور حاضر نیست جز چند کشور که با افغانستان مرز داره، هیچ کشور حاضر نیست که با این رژیم بخواد مراودات اقتصادی انجام بده تا بتونه یک ارزآوری برای افغانستان داشته باشه. در نتیجه تا زمانی که پروژه به رسمیت شناخته شدن رژیم طالبان در بنبست قرار داشته باشه و دارایی های این کشور در بانک‌های جهانی همچنان مسدود باشه، به نظر نمیرسه معیشت این کشور بخواد بهبود پیدا بکنه. ممنونم از شما آقای افضل رضا از اسلام‌آباد با ما همراه بودند.